اما اگر که در این قسمت بدار دقت کنید اینجا یک 5 ولت مثبت به یک طرف مقاومت داده شده و منفی به سمت دیگه وصل شده اینجا اثری از ولتاژ منفی در قسمت دیگه این مقاومت نمیبینید این پتانسیومترها اغلب دارای سه پایه هستند پایه اول و آخر مقاومت کامل مدار هستند و اون قسمت وسطی به منزله رنج متغیر شما هست که میتونه چیکار کنه تغییر پیدا کنه خب اگر که مثبت رو بدید به یک سمت از این پتانسیومتر بدیم به این حالا مقاومت متغیر منفی بدیم به سمت دیگه از قسمت وسط میگیریم به یه مصرف کننده میدیم یا میریم به یک ولتمتر فرق نمیکنه با کم و زیاد شدن این مقاومت متغیر ولتاژ کم و زیاد میرسه به این مصرف کننده خب ببینید این به طور مثال اه یه لامپ در نظر بگیرید این سمت لامپ چیه منفی هست سمت دیگهش اینجا مثبته خب اگر که این فلش رو شما بذارید اینجا چه اتفاقی میافته؟ 5 ولت مستقیما از طریق فلش عبور پیدا میکنه به لامپ ما یا ولتمتر ما میرسه. پس لامپ با بالاترین حد نورانیت خودش روشن میشه. اگر که فلش رو یواش یواش بیاریم بالا، برسونیم مثلا به همینجا. ولتاژ میاد تا این قسمت سر راهش مقاومت گرفته ولتاژها ها تقسیم شدن به قسمت مقاومت هایی که دارید به طور مثال اینجا 3 و 8 دهم ولت هست وقتی که اقربه اینجا باشه 3 و 8 دهم ولت به لامپ یا ولت متر ما میرسه پس لامپ با نور کمتری روشن میشه به همین حالت اگر که شما برسونید این فلش رو تا نقطه آخر یا همون قسمت متغیر مقاومت رو برسونیم تا قسمت آخر یک سمت کار منفی یک سمت کار دیگه منفی میشه یعنی که هیچ گونه ولتاژی وجود نداره بر سر مصرف کننده خب مصرف کننده روشن نمیشه یه نکته خیلی مهم همینجا خدمت دوستان بگیم اگر دو طرف یک مصرف کننده یک نوع ولتاژ قرار بگیره هیچ اتفاقی برای اون مصرف کننده نمیافته منظور ما چی هست؟ یعنی این که اگر شما یه لامپ دوازه ولت رو بردارید برید سراغ باتری ماشین لامپ دارای دو تا کنتاکت هست یه قسمت زیر یه قسمت بدنه به هر دو قسمتش ولتاژ مثبت برید یعنی به قسمت کانکتور زیرش قسمت پایه زیرش مثبت دوازه از همون مثبت دوازن بدید به بدنه هیچ اتفاقی برای لامپ نمیفته یعنی نه منفجر میشه نه میشکنه نه روشن میشه هیچ اتفاقی چون اختلافی اینجا وجود نداره بین مثبت و منفی ما که بخواد لامپ روشن بشه اگر که از قطب منفی باتری هم دقیقا همین کار رو انجام بدید باز هیچ اتفاقی نخواهد افتاد نه لامپ روشن میشه نه میشکنه نه هیچ اتفاقی براش نمیافته شاید سوال کنید بگید که منظور از افت ولتاژ یا سطح پتانسیل چی هست خب شما وقتی که یه منبع آبرو دارید اگر که لوله کشی کنید اونو به سمت زمین بیارید شیرشو باز کنید چه اتفاق میافته فشار هوا به اون منبع وارد میشه آب رو از اون شیری که شما دارید میاره بیرون این یعنی سخت سطح اختلاف یعنی که یه نیروی به آب فشار میاره این نیرو باعث میشه که آب از شیر آب بیاد بیرون خب حالا اگر که شما یک منبع دیگه بذارید کنار دست همین منبع با یک لوله به هم مرتبطش کنید چه اتفاقی میفته؟ میبینید که آب از اون منبعی که داخلش بیشتر هست یواش یواش میاد تا اون منبع دیگه که دارید تا هر دو تا سطح آب تو یک اندازه قرار بگیرن همینجا دیگه حرکت آب میسته و شما میبینید که هیچ حرکتی دیگه ندارید چرا؟ چون دیگه اختلافی وجود نداره وقتی که ما در یک باتری صحبتش رو میکنیم و میگیم که جریان ها از قطب مثبت به سمت قطب منفی میرن خب دلیلش چی هست؟ دلیل این هست که در قسمت منفی شما کمبود الکترون دارید یعنی دلش میخواد که الکترون بگیره در قسمت صفحه مثبت دارای الکترون های خیلی زیادی هستند دارم باز خدمت شما عرض میکنم که نیاد بگید که جریان از قطب منفی به سمت مثبت هستا درسته این اصول واقع درست هست اما ما داریم به صورت آمیانه صحبت میکنیم میخوایم عموم متوجه بشن اما دوستانی که تحصیلات یا حالا تخصصی دارن دیگه میدونن که افزایش الکترون یک سمت همون قطب منفی ما میشه بگذاریم بیایم بر همون صحبت خودمون پس افزایش الکترون هایی که تو قطب مثبت هستن و کمبود الکترون ها در قطب منفی باعث میشه که الکترون ها حرکت کنن بیان به کجا به قطب دیگه ای ما تا چه زمانی این اتفاق میفته تا زمانی که کلیه الکترون ها در قسمت مثبت و منفی با همدیگه یکسان بشه خب وقتی که یکسان بشه یعنی که هیچ جریان دیگه از مدار عبور پیدا نمیکنه به این معنی که میگیم باتری دیگه دشارژ شده شارژ نداره نمیتونه لامپ رو روشن کنه که دیگه باید حالا بذاریم زیر شارژ کلیه الکترون هایی که اینجا هستن دوباره برگردونیم سر جای اولیش تا اینجا افزایش الکترون داشته باشیم پس نتیجه وقتی که ما دو طرف یک مصرف کنندمون از یک نو ولتاژ باشه هیچ اتفاق نمیفته این چه در ولتاژ مستقیم و چه در ولتاژ متناوب یکسان است شما یه دونه لامپ معمولی بردارید دو سمتش رو یه سیم قرار بدید اون یه سیم رو بزنید داخل مثلا پیز نه اتفاقی نمیفته نگاه میکنید هیچ اتفاقی برای لامپ نخواهد افتاد و لامپ روشن نمیشه دو شاخه رو وارونه کنید باز اتفاقی نمیفته چرا؟ چون اختلاف پتانسیلی بر دو سر لامپ نیست و دوتاشون هم از یک نوع هستند یعنی هم بالا هم پایین یه نوع هستند چه زمانی جرقه به وجود میاد سر باتری شما مثلا میخواید امتحان کنید از قطب مثبت میزنید به منفی جرقه تولید میشه چرا چون از دو جنس متفاوت هستند یکی مثبت یکی منفی هست اما همین مثبت و منفی دقت کنید همین مثبت و منفی زمانی که باتری کاملا تخلیه تخلیه شده حالا شما کابل خودتون رو بزنید به قطب منفی جرقه ای تولید خواهد شد نه جرقه دیگه نمیبینید چرا چون دیگه اختلافی از لحاظ الکترونی یا حالا اختلاف سطح ولتاژی وجود نداره که بخواد تولید جرقه بکنه به همین خاطر شما هیچ گونه اتفاقی در سر یک لامپ نمی بینید که اگر از دو سمتش یک ولتاژ از یک نو ولتاژ قرار گرفته باشه پس بنابراین نتیجه گرفتیم که اگر از یک مقاومت متغیر دستی برای کنترل جریان استفاده کنیم بهش میگیم روستا و اگر برای کنترل ولتاژ استفاده کنیم بهش میگیم پتانسیومتر فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید تا ویدیوی بعدی روز روزگار خوش